آیا درخت چهارمغز دارین و یا میخواین درخت چهارمغز بیکارین؟ شش اصل اساسی شرایط مناسب برای چهارمغز که کدام شرایط مناسب هست و به چه شرایطی ما باید چهارمغز بیکاریم و راز تربیه و پرورش چهارمغز یک باغداری موفق چی هست؟ در این ویدیو شش راز اساسی رو ما بر شما تشریح میکنم. اگر اینا رو شما خبر نباشین، درختای چهارمغزتون با مشکل برمیخوره و بعد از 4-5 سال میفهمیم که شما در قسمت مشکل داشتین. پس این ویدیو رو با جزئیات هر شش اصل کامل گوش کنین، نوت کنین، بعد از او تمام مشکلات شما در مورد بخش شرایط پرورش چهارمغز و همچنین شرایط محیطی حل خواهد شد. پس تا آخر با ما همراه باشین. خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و به یک ویدیوی جدید دیگر در رابطه با شرایط مناسب برای پرورش چهارمغز خوش آمدین. اولین شرایطی که برای چهارمغز خیلی مهم هست که شما میخواین در قریه و قصباتتون رو در نظر بگیرین، آب و هوا هست. مثلا اگر قریه شما خیلی سرد هست که مثلا بالاتر از 35 درجه سانتیگراد زمستان سرد میشه، چهارمغز در اونجا حوصله نمیتونه خشک میشه. یک. و اگر منطقه و قریه و قصبات شما تا 30 تا 35 درجه سانتیگراد سرد میشه، سردی قسمی هست که یک دفعه میبینیم مثلا 5 درجه سانتیگراد هست، مثبت 5 هست، یک دفعه میبینیم مثلا شب شد منفی 35 درجه سانتیگراد. یعنی یک نواختی نداره، یعنی یک دفعه تغییر به صورت سرسام‌آور یا پایین یا بالا میشه. این تغییرات باعث خشک شدن چهارمغز شما میشه که قریه شما برای چهارمغز مناسب نیست، و یا اگر هست شما نوع درخت را که ما با شما تشریح میکنیم از اونا باید داشته باشه که بسیار مهم است. و در قریه و قصبات چهارمغز پرورش میشه که شرایط تغییرات آب و هوا بسیار سری بالا و پایین نرود، یعنی نرمال. وقتی که سرد است آهسته گرم شود، وقتی گرم است آهسته سرد شود. این بهترین قریه است، بهترین آب و هوا است برای پرورش چهارمغز. و گفته میتونیم درخت های چهارمغز 30 تا 35 درجه سانتیگراد را اینا میتونه طاقت بیاره، میتونه مقاومت بکنه، در صورتی که یک دفعه مثلا از 0 به 35 درجه سانتیگراد این بالا نروه. اگر این کار شوه باز خشک میشه. اگر آهسته آهسته اول پاییز یا خزان هست و همطور آهسته آهسته زمستان سرد میشه و بعد آهسته آهسته بهار گرم میشه، این هیچ مشکلی برای چهارمغز نداره. و اگر درخت چهارمغز شما به رشد شروع کنه، اونمو گلهای نری که شما در این قسمت میبینین، اونا وقتی که رشد میکنه سرمای دررس بهاره وقتی که میایه، اگر اندازش خیلی بالا باشه، یکی اونمو گلهای نر، پندک های رشد و پندک های انکشافی را اینا را از بین میبره. اینا واقعیتش خیلی سر اینا تأثیر منفی میکنه. اگر سرمای دررس بهاره در قریه شما هست، شما باید از نوع درگل، از نوع دررس باید درخت خود بکنید که خیلی مهم است. یکی از شرایط اساسی شرایط کاشت نوع درخت است که بخش دوم میاد. نوع درخت قسمی است که ما در کل درخت های چهارمغز یا درخت های گردو را به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی دررس، یکی زودرس. اگر قریه شما سرد هست و سرمای دررس بهاره داره، شما باید از نوع دررس بگیرید، یعنی مثلا رشدش پسانتر شروع میشه. یک تعدادش هست که اینا رشدش زودتر شروع میشه، مانند درخت های مثلا جندلر و فرنور. اینا نوعی از درخت هایی است که خیلی زودرس است و زود هم رشد میکنه و زود هم باردهی و حاصلدهی میرسه، که شما میتونین در قریه های گرم اینا رو بکارین. در قریه های سرد شما از نوع درختی باید بکارین که دیرتر به رشد شروع کنه. سوم که هست کود هست. او کود را شما در ذهنتان بگیرین، یکی کود یوریا هست، یکی کود دی ای پی هست. کود یوریا فول از نایتروژن هست و در یادتان بگیرین که مخصوص رشد هست. شما ایرا وقتی درختایتون رو کاشت کردین، بعد از کود یوریا رو میتونید ببینید. در جریان کاشت کود یوریا اصلا داده نمیشه. و کود دی ای پی را اشخاصی که خوب درست منظم بخواد، مثلا نوی درخت خود انتخاب کرد، نظر به شرایط آب و هوای قریه خود درخت خود را آورد، میخواد بیشانه، در اون موقع شما یک مقدار کود دی ای پی میتونید استفاده کنید.
در جریان شاندن مثلا چه قسم؟ وقتی شما گاودی یا چقورک را میکنین در قسمت زیر زیر حدوداً گفته میتونیم که به اندازه 20 گرم کود دی ای پی یا 20 تا 30 گرم کود دی ای پی در زیرش فرش میکنی خاک میندازی. او در همون قسمت هست، نه تبخیر میشه نه فرار میکنه، فقط در خاک غنی هست. وقتی که درخت شما درخت خودشان دین ریشه ها میرسه به او کود و درخت شما رشد میکنه و به واردهی میرسه. و اگر مستقیم با ریشه درخت کود در ارتباط باشه درخت شما رو خشک میکنه. گفته باشم که یک وقتی مستقیم به پای درخت نوشنده تا نریزین که حتما خشک میکنه. ما برای شما توصیه میکنم که در جریان شاندن هیچ کودی استفاده نکنید. در جریان شاندن اگر خواستین بخواین استفاده کنین فضا بین ریشه و کود حداقل باید 15 سانتی متر 10 تا 20 سانتی متر همین ساحه باید فاصله داشته باشه، تا اینکه در جریان سال اول این ریشه ها رشد میکنه، این فضا را از خاک میگذره تا به کود میرسه. اون موقع درخت رشد خود را کرده به مواد غذایی میرسه و هم خوب تجزیه شده و اون موقع به راحتی رشد میکنه و بسیار عالی میشه. و همچنان کودی این دو نوع کود را به صورت عموم که من برای شما گفتم، یکیش برای رشد هست کود یوریا و کود دی ای پی برای بزرگ کردن ریشه ها و رشد دادن ریشه ها و باردهی هست که مثلا درخت شما را پربار میسازه که در ذهنتان باشه. و فعلا هم فصل کوددهی نیست، ما و شما باید در رابطه با شرایط حرف بزنیم که گفتیم یک از شرایط اینمی هست. خیلی از دوستا در وقت شاندن نهال کود را پیشنهاد میکنه، این را گفتم خدمت شما توضیح بتم که اگر بخواییم کود استفاده کنیم چه وقت و کدام موقع باید استفاده کنیم و در کدام قسمت باید استفاده کنیم. بود موضوع سوم. موضوع چهارم خاک هست دوستای عزیز. وقتی که شما میخواین در زمینتون بیکارین، آیا میفهمین خاک زمینتون برای چهارمغز مناسب هست یا نه؟ این رو باید خیلی متوجه باشین. خاک های سبوک نسبتاً مثلا خاک های سنگین از سبوک به طرف سنگین مایل باشه، یعنی نسبتاً سنگین باشه و خاک لومی باشه که عکس را شما میبینین، یعنی خاک های لومی خاک های رنگی تیره تر رنگ مشکی سیاه تاریک را داره و اینا پر از مواد غذایی هست، بهترین خاک هست برای چهارمغز و یک مقدار منفذدار باشه. و زمینی را که شما انتخاب میکنین باید عمقش بسیار خاک زیاد باشه، یعنی شما سر سنگ اگر بخواین بکارین درخت چهارمغز بسیار ریشه زیاد تولید میکنه و هر قدر که خاک زیاد باشه اونمو قدر ای بالا شاخ و برگ تولید میکنه و مواد غذایی میتونه از زمین جذب کنه و همچنان طرف بالا شاخ و برگ تولید کنه و میوه تولید کنه. که اکثریت از درخت های چهارمغز که ما شما داریم دیر حاصل هست به خاطری که شاخه ها را زیاد میکنه، بعد از اون بعد از سال پنجم ششم تا بعد از سال دوم یا در حاصل میاد. نوع جندلر و فرنور را که ما براتون شما گفتم این نوعی هست که زود رس هست و زودتر به حاصل میاد، سال دوم و سوم شما میتونین ازشان حاصل بگیرید. در مورد خاک بود که خاک را شما باید خیلی متوجه باشین، در خاک های سنگین خاک کلی نشونین که ریشه هایشان حبس میشه و سوختگی گرفتار میشه درخت هایتون. پنجم که هست آب هست دوستای عزیز. آب اگر شما به اندازه کافی آب نداشته باشین، خب وقتی چهارمغز بیکارین در جریان فصل تابستان گرم هم میشه، شما آب هم برش نرسانین، برگ های چهارمغز بسیار کلان است، آب از سطح برگ بسیار زیاد تبخیر میشه و اون موقع درخت شما به سوختگی تابستانی گرفتار میشه و درخت شما را آفتاب میزنه اگر آب به صورت کافی درست رسیدگی نشود. مثلا در یک هکتار زمین 8 تا 10000 متر مکعب آب شما در یک هکتار ضرورت دارین. شما آبتون بسنجین که چقدر آب دارین، نظر در عینی فرمول شما میتونین بکارین. و یک چیز دیگر که خیلی در این قسمت کلیدی هست شما باید متوجه باشین، اگر آب زیرزمینی سطح آب سطح بحر خیلی بالا هست در اونجا شما باید نکارین، چون درختتون ریشش به خفگی گرفتار میشه و پوسیدگی ریشه میگیره، بالاخره باعث میشه که درختایتون از بالا هم سوختگی بگیره و قاق به وجود بیاره، سیاقاق به وجود بیاره، یعنی مغزش سیاه میشه و این مریضی بسیار سخت کنترل هست. شما درختتون رو مجبور انتقال بدین که امکان انتقالش نیست و راه یک طرفه را شما رفتین، یعنی در اون زمین ها نباید بکارین به خاطری که سطح آب بالا هست. سطح آب وقتی بالا باشه سطح آب دریا شما در قسمت بکارین مناسب نیست. سطح آب باید چه قسم باشه؟ از 18 سطح
تا 2000 تا حتی تا 3000 متر از سطح بحر که فاصله داشته باشه بهترین شرایط برای پرورش درخت چهارمغز یا گردو هست. شما میتونیم حتی از 0 تا 3000 متر درخت رو پرورش بدیم، کلان بکنیم، ازش میوه بگیریم، مشکل وجود نداره. شاید بعضی ها شما بگن درخت مدامی وسط رودخانه هست پر از آب است، باز حاصل میگیره. حاصل میگیری ولی نصفش رنگش تیره سیاقاق هست، خب حاصل درست حسابی نیست. واقعیتش بهترین سطح آبی اونمو هست از 18 تا 2500 متر از سطح بحر بهترین سایه پرورش هست. موضوع ششم ما و شما شیپ زمین هست. مای دیررس بهاره در مناطقی که وجود داره شما باید درختایتان رو به شمال بکارید، درختای چهارمغز. به خاطر چی؟ وقتی که سرمای دیررس بهاره وجود داره اگر شما در طرف جنوب بکارید، چون به طرف جنوب زمین نور آفتاب زیاد هست، آفتاب زیاد میتابه و درخت شما زودتر بیدار میشه و رشد شروع میکنه، سرمای دیررس هم میآیه و های نر و همچنین پندوکهای تازه رشد را از بین میبره. اگر شما رو به شمال بکارین، چون نور آفتاب کم هست، گرما کمتر هست، این دیرتر رشد میکنه. یک از تکنیک ها هست که شما میتونید کار بکنید. شش موضوع را خواندین و یاد گرفتین و حالا اگر بخواین که زمینتون را آماده بسازین، شما تمام شرایط را دارا بودین، بخواین زمینتون را آماده بسازین، باید چیکار کنین؟ دو موضوع اینجا خیلی مهم است. موضوع اول، شما باید خاکتون را آزمایش کنین که چی نوع خاک هست، چقدر ذرات مختلف خاک در وجود داره. مثلا از لحاظ تکسچر خاک شما چه قسم هست؟ خاک لومی هست، کلی هست، سلت هست، ریگ هست، این باید مشخص شه. این یک موضوع. موضوع دیگه که مواد غذایی، مواد معدنی، مینرال هایی که در خاکش موجود داره، کدام مینرال ها اینجا وجود داره؟ آزمایشگاه های فنی و تخصصی دسترسی داشته باشین از همون خاکتون. از آزمایشگاه پرسان میکنیم بهترش همین است که ما چه قسم خاک بگیریم براتون بیارم، باز به راهنمایی میکنه که چه قسم شما باید نمونه خاک بگیرین بیارین که ما رو آزمایش کنیم. وقتی آزمایش کردیم اینا به شما نشان میده که مواد غذایی اینه قدر از خاکت، اینه قدر فقیرش، اینه قدر غنی هست. و بعد مرحله دو، شما نظر در آزمایشگاه شما به زمینتان کد عالی یا کد حیوانی و همچنان کدهای مورد ضرورت که خاکتان فقیر هست نیاز داره او رو علاوه میکنید. وقتی علاوه کردین خوب درست و منظم شخم میزنید و بعد از 6 ماه درختایتان رو میکارین. یعنی از وقتی کاشتی درخت شما 6 ماه پیش باید این کار را اقدام کرده باشین، زمینتان رو خوب آماده کرده باشین و خوب منظم شودیار کرده باشین، شخم زده باشین و آماده کاشتی درخت باشه که این بهترین کار هست. شما باید خاکتان را در نظر بگیرین، آب و هوا را در نظر بگیرین، نوع درخت را، شیپ زمین را، شرایطی آماده سازی را و آزمایش خاک را، تمام این موضوعات را در نظر بگیرین و بعد تصمیم بگیرین که چهارمغز بکنین. که چهارمغز واقعیتش خیلی دیرتر هم به حاصل میاد. شما او وقت اگه اشتباه اگر کرده باشین دیگه راهی برگشتی وجود نداره، عمرتون از یک طرف رفته و چهارمغزتون هم نتیجه نگرفته. پس گوش کردن یک ویدیو چندین بار ارزش او را داره که شما بالاخره به مشکل گرفتار نشین. باز هم در یک ویدیو اتکا نکنین، ویدیوهای بیشتر را در این مورد ببینین و اینا را با هم مقایسه کنین، بهترین چیز را چکیده را شما در ذهن خود بگیرین و نظر دازو فعالیت بکنین. امیدواریم که ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه و حتما ویدیو را لایک کنین. اگر تازه هستین کانال باغبان آزاد را سابسکرایب بکنین تا اینکه بهترین ویدیوها را خدمت شما به اشتراک بگذاریم. تا ویدیو دیگر، شما را به الله یگانه می‌سپارم.